با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. واژگونی اتوبوس خبرنگاران کشورمون، سفر بی بازگشت دو خبرنگار که انگار مرگشون رو یکیشون پیش بینی کرده بود. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. حوالی ساعت 18 روز چهارشنبه بود که نخستین خبر در خصوص واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران اعزامی از تهران به نقده برای بازدید از طرح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه در کانال‌های خبری مخابره شد. در اثر این حادثه دو نفر از خبرنگاران رسانه کشورمون در نقده بر اثر واژگونی اتوبوس در دم جان باختند. ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی اون دو خبرنگاری بودند که ظاهرا در زیر اتوبوس واژگان شده در دم جان باختند. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی گفت واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران اعزامی از تهران به پیرانشهر 21 مصدوم و 2 فوتی داشت که این دو نفر خبرنگاران ایرنا و ایسنا بودند. بر اساس گزارش‌های به دست اومده، خبرنگاران مصدوم به بیمارستان امام خمینی نقده منتقل شدند و در حال درمان هستند. همچنین بالگرد هلال احمر استان برای انتقال خبرنگاران مصدوم به ارومیه اعزام شده بود. دقایقی پس از این خبر، حضور استاندار آذربایجان غربی در بیمارستان نقده در 85 کیلومتری ارومیه مخابره شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت 4 نفر از خبرنگاران مصدوم از نقده به ارومیه اعزام و تحت درمان قرار گرفتند. او همچنین در ادامه گفت افراد دیگری هم که مصدومیت جزئی داشتند با اتوبوس آمبولانس به ارومیه اعزام می شوند. آقازاده گفت وضعیت درمانی این خبرنگاران با حساسیت در حال مدیریت و مشکلی وجود نداره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان آذربایجان غربی در ادامه گفت این اتوبوس واژگون شده حامل 26 نفر بوده که 20 نفرشون خبرنگار بودند و همشون تقریبا مصدوم شدن و فقط 2 نفرشون کشته شده. از این 20 نفر خبرنگار 4 نفر عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه و 2 نفر راننده و کمک راننده بودند. اما اسامی حادثه دیدگان در این حادثه اعلام شد. محمد مهدی گوهری، علی شریف زاده، صدرا محقق، آسیه اسحاق، کمال عثمانپور، ندا اکبری، زینب رحیمی، زهرا کشوری، سعید بیداد، رباب باباخان، آیسان زرفام، کیمیا عبدالله پور، سهیل فرجی، زهرا رفیعی، مرتضی محمدزاده، ابراهیم نژاد رفیعی، مرتضی محمدصادق، حسن ظهوری، محمد رحیم مقدس، فروغ فکری، علی حاج مرادی از آسیب دیدگان اتوبوس واژگون شده هستند. اما مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو خبرنگار جوانی بودند که به رحمت خدا رفتند، که البته گویا یکی از این دو خبرنگار جوان از قبل مرگش رو پیش بینی کرده بود. ریحانه یاسینی همون خبرنگاری بود که در حادثه بعد از ظهر روز چهارشنبه در واژگونی اتوبوس درگذشت. ریحانه یاسینی قبل از این حادثه این چنین وصیت‌نامه خود را نوشته بود: اگه من مردم روی اعلامیه‌ام عکس گل نذارید. خودم آدم بودم، صورت داشتم. روی سنگ قبرم عکس بذارید. متن کپی هم ننویسید. مشکی هم نپوشید. اگر خیلی نزدیک بودید و خیلی ضربه خوردید، خمتون واسه خودتون و سهمتون از زندگی. حق ندارید زندگی رو برای دیگر عزیزانتون لحظه غمگین و سخت کنید. برای مراسم نگیرید. پولشو به خیریه مربوط به کودکان یا تامین جهیزیه عروس بدید. اعضای بدنم هم که بدیهیه، اگه به درد میخوره باید اهدا بشه. در زندگی این فقط از 2 نفر کینه دارم و بیزارم. امیدوارم اون آدما خودشون سمت قبرم و عزیزان سوگوارم نرن. نمیدونم من ضعیفم یا مرگ، واقعا انقدر باور نکردنیه.
اما خانم جعفری یکی از خبرنگارانی بود که جان سالم از این اتوبوس واژگون شده به در برد و از جزئیات این حادثه این چنین گفت. راننده اتوبوس در ورود به پیچ جاده به ما خبرنگارا گفت ترمز اتوبوس کار نمیکنه، کمربنداتونو ببندید. منم از این فرصت سریعا استفاده کردم و به هر قیمتی بود سریعا کمربندم رو بستم، اما هیچ کدوم از همکاران موفق نشدن که کمربندشون رو ببندن و متاسفانه بعد از گذر کردن از چند پیچ خطرناک اتوبوس به کوه برخورد کرد و چپ کرد و بسیاری از همکارانم در این حادثه مصدوم شدن و دو نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. خانم محشاد کریمی مجرد بودند و خانم ریحانه یاسینی متأهل بودند. اما در ادامه این ویدیو می‌پردازیم به جزئیات حادثه. در این سفر دو روزه 20 خبرنگار از رسانه‌های کشور به همراه 4 نفر از کارکنان روابط عمومی محیط زیست و 2 نفر از کارکنان ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بازدید از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه ساعت 6:30 صبح از فرودگاه مهرآباد تهران به ارومیه سفر کردند. گروه اعزامی از تهران پس از رسیدن به ارومیه با اتوبوس تهیه شده توسط اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی برای بازدید از تونل زاب در شهرستان پیرانشهر اعزام شدند. ظهر روز چهارشنبه بود که خبرنگاران از طریق لوکوموتیو وارد تونل شدند و پس از بازدید از تونل زاب حوالی ساعت 6 بعد از ظهر برای استراحت و صرف نهار به محل سد کانیسیب مراجعت می‌کنند که متأسفانه اتوبوس حامل خبرنگاران و تیم اعزامی بر اثر نقص فنی در واقع به کوه برخورد می‌کنه و واژگون میشه. اما سازمان راهداری اعلام کرده راننده بدون صورت وضعیت، بدون هماهنگی از طریق شرکت حمل و نقل و خارج از برنامه شرکت حمل و نقل اقدام به مسافرگیری کرده و احتمالاً مسئول این تور شخصاً با راننده تماس گرفته. هنگامی که این اتوبوس در منطقه دشت قوره واقع در 18 کیلومتری شهر نقده در حال حرکت بوده، به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه دچار سانحه میشه. سازمان راهداری اعلام کرده مسلماً با راننده متخلف برخورد میشه. ما هم در گذشته این دو خبرنگار جوان یعنی خانم ریحانه یاسینی و خانم محشاد کریمی رو به خانوادهشون تسلیت عرض میکنیم. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به این حادثه‌ای که اتفاق افتاده و وصیت‌نامه خانم ریحانه یاسینی در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتما با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.